با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. هدیه زنده یاد علی سلیمانی و همچنین کتاب علی سلیمانی به زودی منتشر خواهد شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. خانواده زنده یاد علی سلیمانی به نیابت از علی یک درختی رو برای ثبت شدن به زمین هدیه دادند. نهال بلوط به نام علی سلیمانی در تاریخ 22/5/1400 به زمین هدیه شد. همچنین علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با حضور در منزل علی سلیمانی بازیگر فقید با اظهار تعصب از فقدان هنرمند و چهره‌های فرهنگی در دوران تلخ این ویروس، او را هنرمندی محبوب، دغدغه‌مند و به دور از حاشیه توصیف کرد و گفت مرحوم سلیمانی هنرمندی خلاق و باهوش بود که با شناخت درست از هدفش با تلاش بسیار به سمت اون حرکت کرد. تابش همچنین در پاسخ به پیگیری همسر علی سلیمانی درباره چاپ کتابی که این هنرمند در دست نگارش داشت قول مساعد داد و گفت ثبت و انتشار تجارب حرفه‌ای 30 ساله این هنرمند فقید برای دوستداران رشته بازیگری قابل توجه است و ما تمام تلاشمون رو برای چاپ این کتاب خواهیم کرد و امیدواریم چاپ آن به 40 آقای سلیمانی برسد. و همچنین حمله تند بازیگران مشهور سینما و تلویزیون در پی درگذشت علی سلیمانی به مسئولان کشور. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. عموپورنگ داریوش فرزیایی هم با انتشار یک ویدیویی از همکارش آقای علی سلیمانی درگذشت او را این چنین تسلیت گفت: علی جان، علی مهربون، تو هم رفتی داداشی، یعنی دیگه نه صداتو میشنوم نه میتونم ببینمت، باورم نمیشه. بچه با معرفت جوادیه، هم مدرسه ی روزهای کودکی من، کجا رفتی؟ لعنت به این ویروس، تک تک عزیزانمون رفتن، علی هم رفت، اما قصه واکسن و امید به واکسن زدن شده رویای مردم. تو رو به خدا به داد مردم برسید، همه پرپر شدن، هر کسی کوتاهی میکنه خدا ازش نگذره. امیر غفارمنش، یکی دیگر از بازیگران مشهور کشورمون، هم با انتشار یک ویدیو در گذشته دوستش را این چنین تسلیت گفت: اختلاف نظر داشتیم، میگفتی زندگیمون پر از تلخی شده، ما فقط باید تلاش کنیم مردم شاد باشن. گفتم علی جون، گاهی درد چنان عمیق میشه که اگر همراه نشیم و مطرحش نکنیم همین مردم بهمون میگن بی تعهد یا سوپاپ. گفتی امیر، وقتی دستت به جایی بند نیست که مشکلی حل بشه فقط باید شادشون کنی. اینم به عشق خودت گذاشتم و تعهدی که همیشه به مردمت داشتی. روحت شاد و یادت گرامی. آقای محسن تنابنده یا نقی پایتختم در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرام این چنین نوشتند: واقعا دولت مردان و نمایندگان مجلس و اعوان و انصارشون که ماها قبل واکسن زدن، برای کدوم اهمال کاری خونشون از تو رنگین تر بود؟ نیما کرمی، مجری صدا و سیما، صبح امروز در برنامه زنده درگذشت علی سلیمانی رو به خانواده و همچنین دوستداران این هنرمند تسلیت گفت و گفت علی سلیمانی همین یک ماه پیش مهمون برنامه ما بود. او به شدت با این بیماری مبارزه کرد و مدت‌ها در بیمارستان بستری بود که روز گذشته حتی اعلام کردن حالش بهتر شده، ولی متاسفانه به یک بار همه چیز عوض شد و متاسفانه امروز صبح علی سلیمانی رو برای همیشه از دست دادیم و او آسمانی شد. روحش شاد و در آرامش. زنده یاد علی سلیمانی، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، بعد از یک دوره بستری در بیمارستان بر اثر ابتلا به این ویروس در سن 50 سالگی درگذشت. علی سلیمانی مدتی بود که به دلیل ابتلا به این ویروس در بیمارستان بستری بود و امروز مورخ 21 مرداد حدود 5 صبح داره فانی را وداع گفت.
آقای جواد هاشمی بازیگر مطرح کشورمون در این باره به خبرنگار مهر گفت علی سلیمانی متاسفانه 12:30 بامداد امروز دچار مشکل شد. اکسیژن خون او به شدت پایین اومد و حدود 5 صبح متاسفانه ایست قلبی کرد و احیاج جواب نداد و برای همیشه از بین ما رفت. روحش شد. همچنین خانم آناهیتا همتی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون هم در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی نوشتند علی سلیمانی مهربان هم پر کشید. ننگ و شرم بر مسئولین بی کفایت باد. زنده یاد علی سلیمانی، یکی از بازیگران شوخ طبع و بنام و محبوب سینما و تلویزیون بود که بسیاری از همکاران و دوستداران ایشان از او به نیکی یاد می کنند. او قلب مهربانی داشت و همیشه دوست داشت همکاران و مردم را شاد کنه. روحش قرین آرامش و یادش گرامی. همچنین پوریا پورسرخ هم، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی اینچنین نوشت: باز هم یک عکس دیگه و یک تسلیت دیگه و تمام. اما همه اینا برای خانواده و بازماندگان تعریف بسیار متفاوتی داره. به اندازه تفاوت مدل زندگی مردم با شما. شمایی که جای ما تصمیم میگیرید ولی جای ما نمیمیرید. حتی مریض هم نمیشید. نمیدونم عکس بعدی چه کسیه. نمیدونم. ولی مطمئنم شما نیستید. نه خودتون نه خانواده هاتون. باز هم به هم تبریک بگید. در جایی که باید محاکمه کنید، مراسم تقدیر بگیرید و با القاب مسخره به هم این موفقیت عظیم رو تبریک بگید. سردار این ویروس، سردار مبارزه با این ویروس، ای کاش. روحت شاد علی عزیز و تسلیت به خانوادت و تمام خانواده های داغدار. همچنین خانم حدیث تهرانی هم، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، در واکنش به درگذشت علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی اینچنین نوشت: ننگ بر شما، لعنت به شما که هر روز یک داغ میذارید رو دلمون. همین دیروز داشتم خدا رو شکر میکردم که حال علی سلیمانی بهتر و خطر رفع شده. حالم ازتون به هم میخوره که دنیامونو سیاه کردید. بوی مرگ میده همه چی. خودتون واکسناتونو زدین و با خانواده‌هاتون با خیال راحت نشستید. مرگ مردمو میبینید. لعنت بهتون. چقدر جوون دیگه برن. چقدر عذاب بکشیم که واکسن بخرید. متنفریم ازتون. همچنین خانم هانی توسلی، یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون، در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک استوری اینچنین نوشت: شرم بر مسئولانی که خودشون و همه خانواده و نوا نتیجهشون چندین ماهه که واکسن معتبر زدن. شرم. شبها راحت میخوابید، عذاب وجدان ندارید، خجالت نمیکشید. همچنین برزو ارجمند هم، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، با انتشار یک پست اینستاگرامی در خصوص درگذشت علی سلیمانی اینچنین نوشت: واکسن نزنین، اعتراف کنید به همه کارهایی که باید برای این ملت میکردین و نکردین. چند خانواده دیگه باید عزادار کار نابلدی شما بشن. علی راست میگفت، کارو خوب خدا درست کنه. خدایا کمک کن که دیگه مغز و فکر و روحمون جوابمون کرده. خدایا کمک کن که دیگه صبوری هم جواب این همه غمو نمیده. خدایا کمک کن. خدایا کمک کن. علی جون روحت شاد و طلب صبر میکنم برای خانواده مهربونت و مردم کشورم. داریم تک تک تو این صبر از بین میریم. روح شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید.